شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. امروز جمعه 19 ژانویه 2024 میلادی برابر است با 29 دی ماه سال 1402 خورشیدی. امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به حملات نظامی متقابل ایران و پاکستان به خاک یکدیگر گفت خاورمیانه در حال پیشرفتن به سوی جنگ است. وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگو با همتای ایرانی خود گفت اسلام آباد می‌خواهد درباره همه موضوعات با ایران همکاری کند. رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی به همسرش تنها در دو جلسه دادگاه پایان یافت. هلند سفیر ایران را در پی مرگ کودک چند ماهه در حمله به اربیل احضار کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داد که چند عضو داعش در ارتباط با انفجارهای کرمان بازداشت شدند. خبرگزاری رکنا در گزارشی از برخورد با یک پزشک در یزد به دلیل اطلاع از آمادگی او برای انجام سقط جنین خبر داد. یک ایرانی آمریکایی به جرم ارسال تجهیزات سنگین از آمریکا به ایران به زندان محکوم شد. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک مقام ارشد جهاد اسلامی در غزه خبر داد. رافائل گروسی میگوید جمهوری اسلامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را گروگان گرفته است. پارلمان آلمان قانون مربوط به اخراج سریع‌تر پناهندگان را تصویب کرد. سنتکام اعلام کرده که حوثی‌ها دو موشک به سمت یک کشتی تجاری آمریکایی شلیک کردند. و اولین تلاش مجدد آمریکا برای بازگشت به ماه بعد از 50 سال ناکام ماند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می‌کنم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به حملات نظامی متقابل ایران و پاکستان به خاک یکدیگر خواستار حل مشکلات طرفین از طریق گفتگو و اتخاذ روش‌های دیپلماتیک شد. وی در ادامه گفت خاورمیانه در حال پیشرفتن به سوی جنگ است. امام جمعه مسجد مکی زاهدان در نماز جمعه روز 29 دی ماه این شهر تبادل آتش را به نفع هیچ ملت و دولتی ندانست و به ویژه بر این نکته تاکید کرد که دو ملت و کشور رابطه حسنه طولانی مدت با یکدیگر داشتند. عبدالحمید به کشته شدن کودکان و زنان در هر دو کشور بر اثر این حملات اشاره کرد و به سیاستمداران جمهوری اسلامی و پاکستان توصیه کرد به ناراضیانی که از هر دو کشور گریخته و به آنها پناه میبرند گوش کنند و اجازه ندهند که به دامان دیگران بیفتند. او به خصوص از پاکستان خواست به منطقه بلوچستان در این کشور بیشتر رسیدگی کرده و برای کاهش نارضایتی ها از نیروهای بومی استفاده کند. در اولین جمعه بعد از این حملات گزارش های وبسایت هالبش حاکی از استقرار نیروهای نظامی در اطراف مصلا و مسجد مکی زاهدان و بازرسی بدنی نمازگزاران همزمان با برگزاری نماز جمعه 29 دی ماه در زاهدان بود. ویدیوهایی نیز از طرح شعارهای اعتراضی نمازگزاران زاهدانی در واکنش به حملات موشکی سپاه و ارتش پاکستان به خاک یکدیگر که منجر به کشته شدن شماری از شهروندان بلوچ در هر دو کشور شد منتشر شده است. در این ویدیوها معترضان شعارهای علیه پاکستان، رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران سر می‌دهند و به آنچه نسل کشی بلوچ از توی اسلام آباد و تهران می‌نامند اعتراض می‌کنند. یک روز بعد از حمله پاکستان به روستایی در نزدیکی شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران، وزیر امور خارجه این کشور در گفتگو با همتای ایرانی خود گفت اسلام آباد می‌خواهد درباره همه موضوعات با ایران همکاری کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، جلیل عباس جیلانی روز جمعه در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان گفته است که کشورش بر اساس اعتماد و همکاری متقابل تمایل دارد که با تهران همکاری کند. رسانه‌های ایران هم نوشتند که حسین امیرعبداللهیان در این مکالمه تلفنی گفته است که نیروهای امنیتی ایران با هر گونه عملیات تروریستی در همان ابتدا مقابله می‌کنند و به علاوه خواستار دنبال کردن همکاری‌های امنیتی و نظامی بین دو کشور شد.
وزارت امور خارجه ایران همچنین خبر داده که جلیل عباس جیلانی از همتای ایرانی خود برای دیدار از پاکستان دعوت کرده است. این در حالی است که ساعتی پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نخست وزیر پاکستان بعد از ظهر جمعه نشست امنیتی اضطراری برگزار می‌کند و در این نشست قرار است که رؤسا و فرماندهان اطلاعاتی و نظامی این کشور هم شرکت داشته باشند. از سوی دیگر جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به این تحولات روز پنجشنبه با اشاره به اینکه ایالات متحده با شرکای پاکستانیش در تماس است تاکید کرده بود که واشنگتن نمیخواهد تنش در جنوب و مرکز آسیا بالا بگیرد. وزارت امور خارجه آمریکا هم خواستار خیشتنداری طرفین شد و کشورهای دیگری مانند چین، روسیه و ترکیه هم درخواست مشابهی مطرح کردند. اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که بعد از حملات ایران و پاکستان به خاک یکدیگر عمیقا نگران دور باطل خشونت در خاورمیانه و فراتر از آن است. همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه از دو کشور خواست تا حد اکثر خیشتنداری را برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها به کار بگیرند. رئیس کل دادگستری استان البرز از پایان دادگاه رسیدگی به پرونده 4 متهم به قتل داریوش مهجویی سینماگر و همسرش وحیده محمدی فر خبر داد. رسیدگی به پرونده قتل این دو چهره مشهور سینمای ایران در تنها 2 جلسه دادگاه و در مجموع 11 ساعت به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران، آنطور که حسین فاضلی حریکندی خبر داده، در دومین و آخرین جلسه دادگاه 2 متهم دیگر پرونده قتل مهرجویی و محمدی فر تفهیم اتهام شدند. متهمان و وکلای آنها دفاعیات خود را ارائه کرده و وکلای شاکیان هم به طرح سوالات و ابهامات خود از متهمان و وکلای آنها پرداختند. رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داده که رأی مقتضی این پرونده در مهلت قانونی از سوی دادگاه صادر خواهد شد. به نوشته وبسایت رکنا، 4 متهم این پرونده که 1 تن از آنها به عنوان قاتل اصلی و 3 تن دیگر به عنوان همدست معرفی شدند، کم سن و سال هستند. در ادامه تلاش حکومت برای سرکوب دانشگاه‌ها، دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرد که گروهی به نام یاوران معروف راه اندازی کرده است. در بیانیه این گروه آمده که آنها می توانند جلوی ورود دانشجویان و استادان را به دانشگاه بگیرند یا آنها را از محوطه دانشگاه بیرون کنند. این گروه برای اعمال فشار بیشتر بر دانشجویان و استادان راه اندازی شده و گفته است که تحت نظارت اداره انتظامات دانشگاه فعالیت می کند. وزیر خارجه هلند امروز جمعه خبر داد که سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را به دلیل مرگ کودک چند ماهه هلندی در حمله سپاه به اربیل احضار کرده است. خانه یک بازرگان اهل اقلیم کردستان در اربیل از مواضعی بود که شامگاه دوشنبه هفته جاری به دستور علی خامنه‌ای هدف حمله سپاه پاسداران قرار گرفت. در این حمله او به همراه همسر و دختر خردسالش کشته شد و 6 تن دیگر زخمی شدند. حمله سپاه به خاک اقلیم کردستان اعتراض شدید عراق و اقلیم کردستان و همچنین کشورهای غربی را به دنبال داشت. هلند هم امروز جمعه به جمع این کشورها پیوست. وزیر خارجه هلند امروز جمعه در شبکه ایکس خبر داد که علاوه بر خواستن توضیح از همتای ایرانی خود، سفیر جمهوری اسلامی در آمستردام را هم احضار کرده است. وزیر خارجه هلند حمله سپاه پاسداران را محکوم کرده و کودکی را که قربانی این حمله شد هلندی و کمتر از 1 ساله معرفی کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه سوم خود درباره بمب‌گذاری‌های کرمان از بازداشت شمار دیگری از افراد با عنوان عضو داعش و کشته شدن 2 تن در درگیری با نیروهای امنیتی خبر داد. در تازه‌ترین اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران که روز جمعه منتشر شد، از کشته شدن 2 تروریست از اتباع بیگانه خبر داده شده است. طبق اعلام وزارت اطلاعات، این 2 تن چند روز بعد از انفجارهای کرمان با هدف انجام عملیات مجدد در این شهر وارد ایران شده بودند. وزارت اطلاعات افزوده که این 2 تن در جریان تیراندازی‌های متقابل با نیروهای ایرانی کشته شدند و این اتفاق در شرایطی افتاد که قصد داشتند سناریوی 2 مرحله‌ای و خطرناک حمله به یکی از مراکز انتظامی را انجام بدهند. بر اساس این اطلاعیه،
دو بمب دستساز بسیار قوی به وزن 20 کیلوگرم هم از این دو تن کشف و ضبط شده است. وزارت اطلاعات در بخش دیگری از اطلاعیه خود از بازداشت یکی از امیران گروه داعش به نام محمد عمران تنویر با نام مستعار ابو عمران خبر داده و او را متخصص بمب‌سازی و از مرتبطین عبدالله تاجیکی معرفی کرده است. نام عبدالله تاجیکی در اطلاعیه دوم این وزارتخانه به عنوان طراح و پشتیبان اصلی عملیات آمده بود. این اطلاعیه جدید افزوده که فرد دیگری از اعضای ارشد گروه حکومت اسلامی هم به نام مهتاب که با طراحی عبدالله تاجیکی به عنوان کارگر وارد کشور شده بود بازداشت شده و هر دو تن در مرحله بازجویی قرار دارند. وزارت اطلاعات ایران در این حال از شناسایی و رهگیری یکی از سرکردگان گروه داعش به نام محمد عادل عارف معروف به عادل پنجشیری که وارد منطقه‌ای در غرب تهران شده خبر داد. وزارت اطلاعات نوشته که شماری از اطرافیان محمد عادل عارف را بازداشت کرده، اما خود وی که در گذشته به اتهام طراحی عملیات انتحاری در دانشگاه کابل بازداشت و بعد از یک سال حضور در زندان بگرام از زندان آزاد شده، کماکان متواری است. شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج گلاله وطن‌دوست وکیل و فعال حقوق زنان در مریوان را به 6 سال و 7 ماه و 20 روز حبس محکوم کرد. اتهامات این وکیل معترض تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی، تشکیل و عضویت در گروه ژیوانوف جهت اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در جمعیت‌های مخالف نظام عنوان شدند. 700 تن از جمله معلمان و فعالان صنفی معلمان در ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اعتصاب قضای دو معلم زندانی ایرج رهنما و غلامرضا غلامی هشدار دادند که جان آنها در خطر است. در این بیانیه گفته شده که بعد از تجمع گسترده فرهنگیان در استان پارس در سالیان اخیر و گشوده شدن فصل نو از مطالبه گری صنفی، مسئولان کانون صنفی استان پارس هزینه های بسیاری را بابت این انسجام و اتحاد متحمل شدند. امضا کنندگان بیانیه افزودند که پاداش شجاعت، جسارت و پایداری آنها بعد از سالها فعالیت در چارچوب قانون اساسی، احکام ناعادلانه، سنگین و حبس‌های طولانی مدت بوده است. آنها در این مورد به ایرج رهنما و غلامرضا غلامی، دو تن از فعالان صنفی معلمان در این استان اشاره کردند که به ترتیب به 5 و 11 سال حبس قطعی محکوم شدند. برنامه‌نگاران، در این لحظه توجه شما را به پایان‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. به به، چه برنجی، چه عطر و بویی.
برنج باسماتی دیبا بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7 روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. وزارت دادگستری ایالات متحده روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از صدور حکم زندان برای جلال حاجبی، بازرگان 60 ساله ایرانی آمریکایی ساکن ایالت ویرجینیا به جرم صادرات غیرقانونی تجهیزات سنگین از آمریکا به ایران از طریق امارات متحده عربی خبر داد. بر اساس این بیانیه، وی از سوی هیئت منصفه در سپتامبر 2023 به اتهام توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی و مقررات معاملات و تحریم‌های جمهوری اسلامی، قاچاق و صادرات غیرقانونی و صادرات مجدد کالا از آمریکا به ایران به 24 ماه زندان و بعد از آن 3 سال آزادی تحت نظر محکوم شد. وزارت دادگستری آمریکا میگوید جلال حاجبی برای فرار از تحریم‌های آمریکا محموله‌های صادراتی تحریمی را از طریق امارات به مقصد ایران قاچاق کرده است. تجهیزاتی که به فعالیت‌های بدخواهانه جمهوری اسلامی در خارج از کشور دامن می‌زند و امنیت آمریکا را تهدید می‌کند. ارتش اسرائیل امروز جمعه اعلام کرد که معاون واحد تبلیغات جهاد اسلامی فلسطین در حمله هوایی به غزه کشته شده است. ارتش اسرائیل و آژانس امنیتی شنبت نام این مقام جهاد اسلامی فلسطینی را بائل ابوفانونه اعلام کردند و افزودند که او مسئول تولید و انتشار فیلم‌های تبلیغاتی جهاد اسلامی از گروگان‌های اسرائیلی و حملات موشکی به اسرائیل بود. نیروهای دفاعی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کردند که عملیات انهدام منطقه اصلی تولید موشک و تسلیحات حماس در مرکز نوار غزه و یک شبکه تونل وسیع در زیر آن که برخی از تاسیسات را در خود جای داده بود با موفقیت به پایان رسیده است. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، این شبکه تونل‌های منهدم شده به مکان‌های زیرزمینی منتهی می‌شدند که حماس برای ساخت موشک و سایر سلاح‌ها از آن استفاده می‌کرد و همچنین گذرگاه‌هایی بودند که این گروه تروریستی برای انتقال مهمات به تمام نقاط غزه مورد استفاده قرار می‌داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در تل آویو متعهد شد که جنگ علیه حماس را در تمام جبهه‌ها تا رسیدن به تمامی اهداف تعیین شده ادامه بدهد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت که جمهوری اسلامی همکاری خود با آژانس را محدود کرده و این سازمان را در اختلافات خود با کشورهای غربی گروگان گرفته است. رافائل گروسی با انتقاد از رد بازرسان از سوی ایران به دلیل ملیت آنها افزود این یک وضعیت بسیار ناامید کننده است. ما فعالیت‌های خود را در آنجا ادامه می‌دهیم، اما مقامات جمهوری اسلامی همکاری را به شکلی بی سابقه محدود کرده و آن را به کمترین میزان رساندند. به همچنین گفت سران جمهوری اسلامی زمانی که از توی فرانسه، بریتانیا یا ایالات متحده مورد انتقاد و تحت فشار قرار می‌گیرند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای حل اختلافات سیاسی خود با دیگران گروگان می‌گیرند که این امر برای ما غیر قابل قبول است. در خبری کوتاه، کنگره ایالات متحده روز پنجشنبه طرح هزینه‌های کوتاه مدت دولت را تصویب و به جو بایدن رئیس جمهوری ارسال کرد. طرحی که از تعطیلی جزئی دولت فدرال در این آخر هفته میلادی جلوگیری کرده و بودجه آن را تا ماه مارچ تامین می‌کند. پارلمان آلمان قانون بهبود بازگشت به وطن تصویب کرده که بر اساس آن اخراج پناهجویان بدون مدرک قابل قبول در مدت زمان کوتاه‌تر
و بدون اقدار قبلی انجام خواهد شد. بحث‌های مربوط به تصویب این قانون از تابستان سال میلادی گذشته مطرح شده بود. بر اساس این قانون که از سوی دولت مطرح شده بود، اشخاصی که به مدت طولانی در آلمان زندگی می‌کنند اما هنوز مدرک قابل قبولی ندارند، بدون اطلاع قبلی از کشور اخراج خواهند شد. پیشنویس طرح بهبود بازگشت به وطن اگرچه با انتقاداتی همراه بود اما در نهایت از سوی وزارت کشور آلمان مطرح و روز پنجشنبه به تصویب رسید. بر پایه این قانون دایره اختیارات پلیس در این زمینه بیشتر خواهد شد. رانندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کانادا با برنامه استارتاپ قابل توجه کلی افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد آیلتس 5. من دکتر اشکان عالمی، مدیر عامل شرکت عالمی گروپ، و من آرمان عالمی، وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کلمبیا، راه شما را برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا همراه می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلحنامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران دو فرمان موشک به سمت یک کشتی تجاری آمریکایی با پرچم جزایر مارشال شلیک کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اضافه کرد که خدمه این کشتی شاهد اصابت موشک‌ها به آب‌های نزدیک این کشتی بودند. سنتکام میگوید گزارشی مبنی بر تلفات یا خسارات وارده به کشتی ارسال نشده و این کشتی به حرکت خود ادامه داده است. یکی از سازمان‌هایی که با فراریان کره شمالی کار می‌کند، به تازگی ویدیویی از دو نوجوان 16 ساله این کشور را منتشر کرده که در جلسه علنی با حضور صدها تن از سوی مقامات کره شمالی به دلیل تماشای فیلم‌های کره جنوبی به 12 سال کار با اعمال شاقه محکوم می‌شوند.
بنا به اعلام مؤسسه توسعه جنوب و شمال، این حادثه در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی رخ داده و جرم این دو نوجوان تماشای فیلم ها و موزیک ویدیوهای کره جنوبی بوده است. یک فضاپیمای آمریکایی که هفته گذشته برای فرود بر روی ماه به فضا پرتاب شده بود، مأموریت خود را در شعله‌های آتش بر فراز اقیانوس آرام به پایان رساند. سامانه پیشران پرگرین وان بعد از پرتاب دچار ایرادی شد که هر گونه چشم‌انداز و فرود آن بر ماه را از بین برد و در نتیجه مسئولان اتاق فرمان به کاوشگر دستور دادند تا خود را نابود کند. شرکت خصوصی استروبوتیک که در پیتسبورگ مستقر است، این فضاپیما را به جو زمین هدایت کرد تا بسوزد. به این ترتیب اولین تلاش مجدد آمریکا برای بازگشت به ماه بعد از 50 سال ناکام ماند. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای شهرتی. دیدگار خوش رو براتون آرزو میکنم.